بدن بیجان فرعون پس از بیش از 3000 سال سخن گفت و سخنی گفت که گواه بر حق بودن قرآن است. جنازه فرعون چه گفت؟ فرعون یکی از قدرتمندترین و ثروتمندترین پادشاهان زمان خود بود. به همین دلیل ادعای خدایی می کرد. او ادعا می کرد که خالق جهان و مردم است. خدای مهربان با فرستادن عذابی سنگین جان او و سپاهیانش را گرفت و خداوند بر اساس آیات قرآن داستان او را مایه عبرت سایر بندگان خود قرار داد. خداوند بزرگ در سوره یونس آیه 92 می فرماید: پس امروز تو را با بدن بی جانت نجات می دهم تا برای آیندگانت نشانه ای باشی و یقیناً بسیاری از مردم از نشانه های ما بی خبرند. پس از این آیه می توان فهمید که جسد فرعون بعد از مرگش به ساحل برده شده و توسط افرادی مومیایی شده و در نهایت امروز دانشمندان توانستند بعد از گذشت بیش از 3000 سال جسد او را پیدا کنند و او را به زبان بیاورند تا بتوانند آخرین کلماتی که از حنجره فرعون بیرون شده را با سیستم پیشرفته امروزی بازیابی کنند. دانشمندان بعد از یافتن راهی برای ترمیم تارهای حنجره فرعون شروع به تجزیه و تحلیل حنجره او و شبیه سازی او کردند. با نظر شما فرعون در حال گفتن چه جمله ای است؟ از نظر خیلی ها این صدا واضح نیست، اما خیلی ها به این باورند که این صدا شباهت فراوانی به کلمه مبارک الله دارد. حالا به قرآن مراجعه می کنیم و می بینیم که فرعون در آخرین لحظات عمرش چه چیزهایی گفته است. در آیه 90 سوره یونس بیان شده که هنگام غرق فرعون فرا رسید و او گفت: اینک من ایمان آوردم که حقا جز آن کسی که بنی اسرائیل به او ایمان دارند خدایی در عالم نیست و من هم از مسلمانان و اهل تسلیم فرمان او هستم. و در ادامه آمده است که خداوند متعال توبه فرعون را نپذیرفت، زیرا برای توبه دیر شده بود. و از این آیه معلوم می شود که فرعون در آخرین لحظات عمر خود سعی در صدا زدن خداوند متعال داشته است. در مقاله فرانسوی که توسط تیم تحقیقاتی مومیایی فرعون نوشته شده، آمده است که این صدا آخرین صدایی است که از حنجره فرعون بیرون آمده است و این صدا مربوط به بعد از مرگ این جسد نیست، زیرا بعد از مرگ سخن گفتن امکان پذیر نیست. منزه است خدایی که آفریننده تمام عالمیان است و بر هر چیزی و هر کاری قادر است.